اینها دهان اجناسی که شامل مواد دارویی و غذایی می شود. ماها از تاریخ انقضای آن گذشته و در دکانها بدون آگاهی مردم به فروش می رسید که فروشندگان این مواد سودشان را بر سلامتی باشندگان ترجیح داده و بدون کیفیت به فروش می رساندند. ریاست قضا و ادویه هرات می گوید تا سه ماه گذشته از سطح شهر حدود 60 تن مواد تاریخ گذشته دارویی و غذایی را جمع‌آوری کرده و این روند همچنان ادامه دارد. خب طور که شما میبینید این مواد غذایی به مدت کمتر از 3 ماه از سطح بازار با همکاری اتحادیه دیوایی و همچنان تاسیسات غذایی توسط تیمای نظارت و بازرسی جمع‌آوری شده و مقدار از نو 60 تن بیشتر از 60 تن مواد غذایی و دوایی تاریخ گذشته به کیفیت میباشه که ارزش مجموعی از اینا بیش از 35 میلیون افغانیه که مدت 3 ماه جمع‌آوری شده. در همین حال شماری از دکتران میگویند استفاده از مواد غذایی بی کیفیت و تاریخ گذشته میتواند بر صحت باشندگان به خصوص اطفال تاثیرات فاجعه باری را در پی داشته باشد. آنان از این اقدام ریاست قضا و ادویه استقبال کرده و تداوم جمع‌آوری مواد تاریخ گذشته و بیکیفیت را تلاش مثبت و مؤثر برای جلوگیری از خطر جان شهروندان عنوان می‌کنند. آنان همچنین به شهروندان توصیه می‌کنند که در هنگام خرید به تاریخ اجناس دقت نمایند. دواهای بیکیفیت و تاریخ گذشته نه تنها باعث از این میشه که عوارض جانبی حساسیت های شدید را بدن بال دارد، بلکه باعث از این میشود که مقاومت، توانایی و قدرت دواهایی که در مقابل میکروب ها عمل میکنند مقاومت از اینا را پایان میاره و این دواها زمانی که بالای میکروب ها تاثیر میکنه دیگه او تاثیرات اولیه که داره او تاثیرات خود از دست میده و نمیتونه به شکل درست تاثیراتش داشته باشه. میتونه بسیار زیاد خطرناک باشه. ما موارد زیادی تا به حال متوجه شدیم که استفاده مواد غذایی تاریخ گذشته و همچنان ادویه تاریخ گذشته به کیفیت تانسته به صحت و به جان مردم ضرر وارد. در همین حال بخش امنیتی ریاست ادویه و غذایی هرات از برخورد جدی با باشندگان مواد بیکیفیت و تاریخ گذشته سخن زده و از فروشندگان میخواهند تا از فروش مواد غذایی تاریخ گذشته خودداری نموده و در صورت تکرار این عمل با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد. زکه چه پیمارت اسلامی افغانستان که وسیله و واسطه و زورواکی ده نشلیږي کده هر چا سره او هر کس چې ولري کاغه تاجر که غیر تاجر سرمایه ډیره کلهږي کده سی مواد پیدا سینو بیا منسوبین د امارت اسلامي افغانستان بیا بل خصوص دغه مربوطه کمیټه چې د غذا و ادوی والا دی الی دوی تاجرونه ورکنو بیا ټولوی او هغه ټوله بیا د حضر د پاره آماده کی. اینها از مواد غذایی گرفته تا دواهای بی کیفیت می باشد که طی سه ماه تلاش ریاست ادویه از سطح شهر هرات جمع‌آوری شده و حرق گردید. به گفته مسئولان این اداره این دومین محموله است که از آغاز سال جاری تا کنون حریق می‌گردد که بر اساس آمارده اداره غذا و ادویه دفعه قبل نیز 65 تن مواد بیکیفیت از سوی آنان حریق شد. اکنون خوشبینی ها در بین مردم و مسئولان بر این است تا با جمع‌آوری مواد غذایی بیکیفیت بتوانند به صحت مردم توجه بیشتری داشته باشند.